سلام دوستان عزیز، به کانال آشپزی با نارگل خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز در خدمتتون هستم با طرز تهیه لواشک چند میوه. این نوع لواشک از ترکیب انواع میوه های درختی مثل آلو، آلبالو، گیلاس، هلو، شلیل، سیب یا هر نوع میوه دیگه‌ای که مد نظرتون هست تهیه میشه. بنابراین اگر میوه توی یخچال روی دستتون مونده، با آسونی میتونید با اونها لواشک خانگی درست کنید. لواشک جزء تنقلات خاص ایرانی ها هستش و به خصوص بچه ها به لواشک علاقه خاصی دارن که اگر به روش بهداشتی و خانگی تهیه بشه بسیار مفید هستش. مواد مورد نیازش هم شامل انواع میوه هستش که طبق ذائقه‌تون از هر نوع میوه‌ای که دوست دارید میتونید استفاده بکنید. اول شاخ برگ میوه‌ها رو جدا میکنیم. میتونیم از میوه‌هایی که مناسب پذیرایی نیستن هم استفاده بکنیم. یا اگر دیدیم یه میوه یه قسمتش خراب شده اون رو جدا میکنه. بعد از اون میشوریم، داخل صافی قرار میدیم تا آب اضافیش گرفته بشه. میوه ها که آماده شد داخل یه قابلمه مناسب میریزیم. بعد یه لیوان آب اضافه میکنیم. نیاز به آب اضافه نیست چون میوه خودشون آب میندازن و قابلمه رو پر میکنن. بعد از اون روی حرارت قرار میدیم. به جوش که اومد در ظرف رو بر میداریم و حرارت رو کم میکنیم. آب به تدریج از پایین شروع میکنه به جوشیدن و میوه ها کم کم نرم میشن و آب میوه ها خارج میشن. بهتره هر از گاهی به هم بزنیم تا میوه های بالایی هم نرم بشن. ابتدا حرارت رو زیاد میکنیم. به جوش که اومد حرارت رو کم میکنیم. فقط باید مواظب باشیم که سر نرم. به زودی آب قابلمه رو پر میکنه. یه مقدار کمی طبق ذائقه‌مون نمک اضافه میکنیم. اگر دوست دارید خیلی ملس بشه میتونید شکر هم اضافه بکنید، بستگی به ذائقه خودتون. تا جایی که امکان داره کف روش رو برمیداریم. هر از گاهی هم میوه ها رو با پشت قاشق فشار میدیم تا گوشت و هسته از همدیگه جدا بشن. میوه های درشت رو میتونیم به قطعات کوچکتری تقسیم بکنیم. زمانی که دیدیم خیلی راحت گوشت و هسته کامل از همدیگه جدا میشن، حرارت رو خاموش میکنیم و اجازه میدیم تا کامل سرد بشه. بعد از اینکه سرد شد یک آبکش رو روی یه ظرف دیگه که هم اندازه خودش رو قرار میدیم و میوه های پخته شده رو داخل آبکش می‌ریزیم. آب میوه از آبکش عبور میکنه و به ظرف زیری می‌ریزه و میوه‌ها باقی می‌مونه.
پشت قاشق فشار میدیم تا خالصی میوه راحت تر از آبکش عبور بکنه. یا میتونیم زمانی که سرد شد از دست اونم کمک بگیریم که راحت تر پوست رو با حسه رو از گوشت میوه ها جدا کنیم. با یک قاشق به هم میزنیم تا مایه یک دست بشه. نگاه میکنیم اگر مایه رقیق بود نیاز هست دوباره بذاریم روی حرارت، اگر غلیظ بود که هم به همون شکل داخل سینی میریزیم و خشکش میکنیم و تبدیل به لواشک میشه. الان این مایه یه مقدار رقیقه، نیاز هست که دوباره بذاریم روی حرارت. با حرارت کم اجازه میدیم تا یه مقدار غلیظ بشه، هر از گاهی هم به هم میزنیم تا ته نگیره. تا جایی که امکان داره کفای روش رو هم میگیریم. وقتی که جوشای ریز زد مایه لواشک آماده است، حرارت رو خاموش میکنیم و اجازه میدیم تا سرد بشه. بعد از اینکه مایه لواشک آماده شد یک سینی یا مجموعه رو نمدار میکنیم و یه نایلکس یا کیسه فریزر رو روی اون قرار میدیم. برای اینکه نایلکس حرکت نکنه سینی رو نمدار میکنیم و بعد نایلکس رو با کمی روغن مایه چرب میکنیم که به راحتی لواشک از نایلکس جدا بشه. بعد از اینکه سرد شد داخل سینی پهن میکنیم. قطرش باید حدود نیم سانت باشه، نه بیشتر نه کمتر. اگه خیلی کم باشه خشک میشه لواشک خیلی، اگر قطرش بیشتر از نیم سانت باشه خوب خشک نمیشه و کپک میزن. بعد از اون در معرض نور خورشید قرار میدیم تا به تدریج خشک بشه. بعد از یک روز که مایه لواشک یه مقدار گرفت روش توری پهن میکنیم، با گره سفت میکنیم و دوباره در مقابل نور آفتاب قرار میدیم تا خشک بشه. بعد از 3 روز لواشک ها کامل خشک شدن. توری رو برمیداریم. خیلی راحت لواشک از نایلکس جدا میشه. البته زمان خشک شدن لواشک بستگی به میزان دما توی هر منطقه داره. میتونیم طبق سلیقه خودمون به قطعات کوچکتری تقسیم کنیم، یا به صورت لقمه‌ای یا به صورت گل رز و هر شکلی که طبق سلیقه‌مون هستش. لواشک چند میوه رو به مدت طولانی درون ظرف‌های دربسته میشه داخل یخچال نگهداری کرد. امیدوارم این آموزش مفید واقع بشه. خوشحال میشیم نظرات و پیشنهاداتتون رو کامنت بذارید. لطفاً ویدیوهای این کانال رو بین دوستان و آشنایان به اشتراک بگذارید و اگر بار اوله که ویدیوهای این کانال رو تماشا میکنید سابسکرایب رو فراموش نفرمایید. تا یه ویدیوی دیگه یه برنامه دیگه.